وارداتی نیستند. بریم. اینها دسترنج چهار ماهه عشایر در طرح زنجیره گوش قرمزند. الحمدلله اینا بیشتر زایدن، بعضی دوقلوزا هم. دو سالی میشه تسهیلات قرض‌الحسنه برای خرید دام جنب و جوشی در عشایر ایجاد کرده. نزدیک به 100 میلیون تومان گرفتیم. همین وام‌های کم بهره پرواربندی دام در خراسان جنوبی، چهارمین استان عشایری کشور رو زنده کرده. ما این گوشت مال دام خودمونه. طی سال جاری 30 میلیارد تومان تسهیلات پرداخت شده. 1000 تن تولید گوشت قرمز از این محل داشتیم. هدف خودکفایی کشور در تولید گوشت قرمزه. ما خودمون 400 راس فعلا در حال حاضر داریم، ولی تا 2000 تا من خودم به شخصه میتونم انجام بدم. علوفه هم دولت و ما حمایت میکنه میده. عشایر وقتی از کارخونه خودشون تهیه کنن خیلی به صرفه تر و مقرون تر باشه تا این که برن از جای دیگه از دست دلال بگیرن. دامی که کشتار میشه متعلق به عشایر و روستاییان خود شهرستانه. ما نظارت داریم که به دست مشتری واقعی برسه و خدای نکرده بس قاچاق چیزی هم صورت نگیره. عشایر کشور در 3 سال گذشته 24 هزار تن گوشت قرمز بیشتر تولید کردند. در بحث خودکفایی گوشت قرمز کشور، سرمایه گذارانی که بیان در بحث دام و کشتار سرمایه گذاری کنند، تسهیلات کم بهره با بازپرداخت طولانی مدت میدیم. ما حمایت کنن خوبه، الان فعلا بد نیست. نیاز سالانه کشور به گوشت قرمز 920 هزار تنه. 200 هزار تن رو عشایر تولید می‌کنند و 100 هزار تن هم هنوز وارد میشه. تشکل‌های عشایری میگن اگه دولت تسهیلات رو بیشتر کنه و علوفه هم ارزان بشه، قادریم کشور رو از واردات گوشت قرمز بی‌نیاز کنیم. حسین هرمزی، خبرگزاری صدا و سیما، مناطق عشایری خراسان جنوبی.